ببینید، جلسه قبلی ما یه همچین چیزی ساختیم به جدول مثل جدول users. این جلسه میخواستم در مورد not null یعنی خالی نباشه و auto increment یعنی خود به خود پر بشه صحبت بکنم با تو. یعنی روی SQL ببینید، مثلا دیدید شما یه فیلدی دارید توی اینترنت به نام address1. چی دارم می‌نویسم؟ دارم بهتون میگم address1 و جلوش میگه آدرستون بنویسید و دومش نوشته address2. این آپشناله، میدونید چی میگم بهتون؟ address2. آدرس اولی رو باید بنویسید، اگر ننویسید فرمتون پر نمیشه و آدرس دوم آپشناله. بنویسید ننویسید فرقی نمیکنه آپشن دومی رو. برای این کار واسه آدرس اول چیکار میکنم؟ ببینید، آدرس یک رو ما اگه بزنیم، مثلا ما یه اسمی بدیم به اسم آدرس، بذارید من اینا رو با ای کوچیک بنویسم که شما بدونید اینا اسمه. آدرس یک، آدرس یک برای اینکه خالی نباشه ما یه تیبل ساختیم، آدرس یک رو دادیم بهش توی فیلد و نوعش رو تعیین کردیم که مثلا باشه 20 یا 30 فرق نمیکنه. برای اینکه خالی نذارتش کاربر وقتی که میزنه چی رو باید بزنیم؟ چه دستوری بنویسیم؟ دستوری به نام not null یعنی خالیش نذاره کاربر برای این کار. و برای خب بعدی چون احتیاجی نیستش که کاربر خالیش بذاره یا نذاره، ما خب not null رو قرار نمیدیم به همین راحتی. و بعضی موقع هم مثلا یه سایتی هستش که به نام مثلا سایت فیسبوک که همتون میشناسید، مثلا یک نفر میره بهش یه یوزرنیم میده، یه دونه هم پسورد میده بهش، خب ولی خب همه یه دونه پرایمری کی دارن به اسم آیدی. خب این آیدی چجوری پر میشه؟ اونی که نشسته اونجا فیسبوک رو درست کرده خودش میره این آیدی رو میزنه، یا مثلا هر کی وارد میشه دونه دونه اینو خودش درست میکنه واسهش؟ 2-3 یا مثلا 1098 یا 2 میلیون آدم داریم توی مثلا این توی این شهر، مثلا 2,098,000 مثلا اینجوری؟ نه، این کار اتوماتیکلی انجام میشه. برای این کار یه دستوری هست به نام auto increments که الان بهتون میگم چجوری. بذارید ما یه تیبل دیگه بسازیم به اسم مثلا یه اسم خاصی بدیم بهش. چه اسمی؟ مثلا اسم یه تیبلی به اسم name میذاریم، همون نه اصلا یه تیبل به اسم علی میذاریم. خب برای این کار میایم میزنیم create table. خب بذارید ما با حروف بزرگ بنویسم create table و اسمشو میذاریم همونجوری که گفتم علی. خب وقتی که این تیبل رو درست کردیم یه پرانتز باز و بسته میکنیم. حالا تو این تیبل باید چی قرار بگیره؟ یه آیدی داریم که پرایمری کی هستش، حالا بعداً واسش تعریف میکنیم. نوعش چیه؟ اینتیجره. خب و میخواهیم که خالی نباشه، یعنی کاربر اینو خالی نذاره. میذاریم not null به همین راحتی و این باید پر بشه اوتوماتیکلی. دستوری داریم به نام auto underline increment. دستور باعث میشه که این فیلد خالی نمونه. و بعدی یوزرنیم میخوایم اینم خالی نذاره کاربر، میزنیم not null. یوزرنیم تایپش رو انتخاب نکردم، varchar 20 not null. و پسوردم بذار اینو بکنم سی، پسوردم داره کاربر باید پسورد درست کنه دیگه، وگرنه نمیتونه که. varchar میذاریم 20 تا بیشتر نباشه و اینم not null میذاریم. این دستور not null از این. و primary keyش چی باشه؟ primary key باشه ID به همین راحتی. ID وقتی که ما go رو بزنیم create table علی، خب ما syntax error داریم اینجا. syntax errorمون همونجوری که مثل قبل بود ویرگوله، پس مثل اینکه ما این نقطه ضعف رو داریم. اگر ما این گو رو بزنیم الان ساخته میشه.
وقتی که این تیبل ساخته شد اینجاست، میبینید نوشته تیبل علی. بذارید من این تیبل رو کلیک بکنم. میبینید پرایمری کی شد آیدی اینتیجر، 11 تا بیشتر نمیتونه توش عدد نوشته بشه پرایمری کی، و یوزرنیمش به همین صورت وارچار ساخته شد و پسوردش هم وارچار 20 ساخته شد. ببینید auto increment، auto increment یعنی ما هر چی بسازیم خود به خود بهش آیدی میده. و خب یوزرها، اونایی که یوزرنیم پسورد درست میکنن توی وبسایتی، نمیرن آیدی بسازن، که میرن یوزرنیم پسورد درست میکنن و خب خود وبسایت بهشون پرایمری کی میده، آیدی میده بهشون و auto increment میکنن. اگر من اینجا insert بزنم و بزنم مثلا یوزرنیم به نام مثلا امیر و پسوردم مثلا 1 2 3 4 5 6 بزنم، گو رو بزنم، میبینید یه دونه به همچین چیزی ساخته شد. اینم کد ساخته شدنشه که قبلا بهتون درس دادم. و دومی رو اینسرت بزنم و بزنم ندا مثلا یوزر، ببخشید آیدی شو باید بزنم خالی بذارم، اسمشو بذارم ندا و پسوردش هم بذارم 6 5 4 3 2 1، گو رو بزنم، ساخته میشه. وقتی که ما علی رو کلیک بکنیم میبینید که آیدی یه دونه خودش به امیر داده و یه دونه به ندا داده، اوتوماتیکلی پر شده بدون اینکه من آیدی رو بزنم. دیدی که من آیدی نزدم. به همین راحتی این آتو اینکریمنت درست میشه دیتابیستون. این جلسه خیلی مهم بود واسه اونایی که دارن یه وبسایت اجتماعی درست میکنن و میخوان کاربراشون همشون یه دونه پرایمری کی داشته باشن و پرایمری کی ها خود به خود همشون پر بشه. خب این از همین کد میتونن استفاده بکنن، یا اینکه اونایی که کد نمیزنن میرن چیکار میکنن، تیبلشون رو انتخاب میکنن و آتو اینکریمنتش میکنن آیدیشون رو به همین راحتی. امیدوارم که از این جلسه استفاده کافی رو برده باشید. فعلا تا جلسه دیگه.